سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 9 اکتبر همراهی شما. دادگاه عالی تاجیکستان بعد از بررسی درخواست دادستانی کل روز 9 اکتبر، سازمان گروه 24 را سازمان افرادگرا دانست و فعالیت آن را در کشور ممنوع کرد. سلامت حکیم و رئیس مرافع گفت گروه 24 به رهبری صاحبکار فراری عمر علی قوتوف تهدید به امنیت ملی تاجیکستان است و برای همین تمام فعالیت هایش ممنوع اعلان می شود. سامانه‌های اینترنتی گروه 24 چون واسطه اخبار عامه بسته شود و جمهوری تاجیکستان وارد نمودن و در حدود آن پهن استحصال چاپ و نشر نمودن ادبیات ورقه ها آدیو و ویدیو ثبت‌های گروه 24 منع کرده شود. دادستانی تاجیکستان روز 7 اکتبر گفت که گروه 24 با ایده های افراطی مردم را به آشوب و بی‌ترتیبی های عموی و تغییر نظام قانونی در تاجیکستان دعوت میکند و باید پیشروی آن گروه گرفته شود. تا یک ماه اخیر رهبران این سازمان که در خارج از تاجیکستان هستند از طریق شبکه‌های اجتماعی مردم را به تظاهرات و یا میتینگ در دوشنبه دعوت میکردند. و مقامات تاجیکستان به دلیل همین گونه دعوت‌ها روز 9 اکتبر تدبیرهای امنیتی را در اطراف دوشنبه پایتخت کشور تقویت دادند. خبرنگاران رادیو آزادی این ویدیوها را در نزدیکی دوشنبه و در شاهراه دوشنبه تورسونزاده و در چارباغ دروازه شمالی پایتخت ثبت کردند. مقامات انتظامی اجازه نمی‌دهند که پاسگاه‌ها از نزدیک به نوار گرفته شوند. مقامات وزارت مهنت میگویند برای مهاجران کاری که به روسیه میروند در دو دانشگاه مرکزهای سپردن امتحانی زبان روسی باز کردند. از ماه ینور سال آینده در روسیه مهاجران کاری را به سرتیفیکت درباره دانستن زبان روسی به کار قبول نمی کنند. نماینده وزارت روز 8 اکتبر در این باره بر رادیو آزادی گفت فیلیال دانشگاه دولتی مسکو در شهر دوشنبه داروی میتواند که چنین سرتیفیکت را دهد. اینستیتوت تکنیکی تاجیکستان به نام اوسیمی میتواند همچنین تست ها را قبول کند و به شهروندان جمهوری تاجیکستان دهد و آنها یعنی که نمونه سرتیفیکت رسمی را اینها دارو هستند. مهاجران تاجیک همچنین میتوانند در خود روسیه از زبان روسی تاریخ و معیارهای کار و اقامت در روسیه امتحان بسپارند. بنا به آمارها در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت میکنند. مصاحبه کامل با عثمان علی لطیفی در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org. مقامات انتظامی تاجیکستان یک ساکن ولایت سوغد را که به قول خودش نیت جهاد و جنگ علیه اسرائیل را داشت به قصد شرکت در زد و خورد مسلحانه متهم کردند. یک منبع در ریاست امور داخلی ولایت سوغد به رادیو آزادی گفت کامل رحمتوف ساکن 45 ساله ناحیه سپیتمن به قصد شرکت در جنگ ها در خارج کشور متهم شد. کامل رحمتوف روز 11 سپتامبر در فرودگاه شهر اوشی قرغیزستان دستگیر شد و با گفته مقامات قرغیز او اعتراف کرد که میخواست به سرزمین های فلسطینی رفته و به ضد نیروهای اسرائیلی جهاد کند. کامل رحمتوف را بعدا به تاجیکستان بازپس فرستادند و او حالا در بازداشتگاه در ولایت سوغد است. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت سوختار و ترکش در یک آرایشگاه در شهر دوشنبه نتیجه خودکشی صاحب همین آرایشگاه بود. وزارت شام 8 اکتبر با نشر بیانیه کتبی گفت الک توکوف صاحب کاشان حسین گلینا در مرکز تجارتی سادات در دوشنبه راه خلاصی از 500,000 دلار قرضی گرفتش از افراد علاهیده و یک بانک را در خودکشی دیده است. او با استفاده از مواد کیمیایی آرایشگاه خود را آتش زده است. سوختار و سپس ترکش در این کاشانه حسن در روز 7 اکتبر مردم این محله شهر دوشنبه را ترساند که این عمل مبادا عملی تروریستی باشد. و اخبار و ویدیوهای از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.